اخیران گفتگوی پدر مدینه محمد جانوه در باره قضیه لتوکوب دخترش چگونه مناسبت داشتن او با پرویز دولتو و چند دلیل نوی دیگر رسانه‌ای شد. امان قرابایف در صحبت با آزادی گفته است که هنگام خرد بودن دخترش از مادر او جدا شده به روسیه رفته بود. در آنجا همچون صاحب کار فعالیت داشته است و مصیبتی که به سر دخترش آمده را 6 سپتامبر طریق تلفنی از همسر پیشینه‌اش فهمیده است. بعداً 10 سپتامبر به دوشنبه آمده دوام 2 هفته از حال دخترش در بیمارخانه آگاه با چند نفر دیگر صحبت داشته است. امان قرابایف میگوید مدینه تنها فرزند او از ازدواج اولش است. به نقل او بر اساس سازش با مادر مدینه به دخترش خانه ای را در دوشنبه تقدیم کرده بود و مدینه هم روز فاجعه از همین خانه بیرون رفته ناپدید شد. با گفته پدر مدینه خیلی جوان عروسی کرده نسب شوهرش را گرفت و از این ازدواج که با گفته پدر از مشکل پر بود یک دختر 11 ساله دارد. قرابایف میگوید درباره رابطه های دخترش با پرویز دولتوف که از روی گفته های مادر مدینه 2 سال آخر ادامه داشته است تنها بعدی فاجعه آگاه شده است. با گفته او ظاهرا مدینه درک میکرد که پدرش مخالف مناسبت های او با مرد صاحب آیله میشد. از این رو رابطه ها را خیلی محدود کرده در باره جزئیات زندگی شخصیش گپ نمیزد. با اطلاع پدر مدینه ختم کرده فاکولته اقتصادی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه بوده تا تابستان امسال همچون مصاحب در شرکت میگافون تاجیکستان کار کرده است. با گفته پدر که به نقل مادر مدینه تکیه میکند او را تابستان پرویز با طلب همسرش از کار راند و مدینه بیکار بود و منبع درآمد نداشت. او ادعا کرد که داماد سابقش در پرداخت الیمنت به فرزندش تاخیر میکرد و از این رو مدینه به پول احتیاج داشت. اما قرابایف با تکیه به حرف های همسر سابقش روز 3 نوامبر گفت وقتی به دوشنبه رسیدم مادر مدینه گفت که او در عمل طور در تاجیکستان میگویند زن دوم بود ولی در فهمیش من او معشوقه بود. او معشوقه پرویز دولت بود. درباره این همه جزئیات خبر نداشتم. مادر مدینه جزئیات زندگی شخصی او را از من پنهان می داشت. بعد او گفت که مدینه 25 آگوست ناپدید شد و پرویز شب دیر او را به قریه بالا برد. پرویز به مادر مدینه تلفن کرده گفته است او در شعبه احیاگری است. با نقل پدر مدینه او صبح 10 سپتامبر به دیدن دخترش به بیمارستان رفت اما با جای یک زن جوان زیبا و شکوفان شخصی را دید که بیهوش خواب بود و گاه گاه از درد و حالت نفهم داد میزد. خرابایه با تکیه به نقل مادر مدینه گفت در آن روز نحس 25 آگوست پرویز دولتوف در خانه مدینه بوده است. عزیزه دولتوف بر اساس گیولوکیت یک مکان بودوباشی شوهرش را فهمیده به نزد خانه مدینه می رود. بینشان بحث سر می زند. دو زن با ماشین نشسته به نزد پرویز رفتند. کجا رفتند نمی دانم. آنها از پرویز طلب کردند که یکی را انتخاب کند. پرویز گویا حد را پیش کرده است. اما نظر پدر لطف‌الله دولتوف را در رسانه ها خوانده است. او می گوید او هم پدر است و فرزند خود را حمایت می کند. ولی من هم از فرزندم دفاع میکنم و این پرونده را تا آخر میرسانم. دولت‌علی دولت‌زاده سابق معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و وکیل پارلمان گفت با اعتماد او نه پسرش بلکه عروس خانواده عزیزه دولت و باید در نزد قانون جواب دهد. او گفت لیکن برای چی پرویز را گناهکار کرده استادن هیچ نفهمیدم. اما امان قرابایی میگوید لطف‌الله دولتوف که مرد از تو از دختر من 15 سال بزرگتر است باید مصلحت داشته باشد. با گفته او حالا تنها خواستش این است که عدالت نکنند و آزاردهندگان مدینه از روی قانون جزا بینند. حالا مدینه محمد جانوی 32 ساله در شفاخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. نزدیک به 2 ماه گذشته است اما تا حال او در حالت بیهوشی کاما قرار دارد. با گمان دست داشتن در لاتوکوب مدینه زن و شوهر پرویز دولتو و عزیزه دولتو و دستگیر و در بازداشتگاه قرار دارند. هر دو را 1 نوامبر پس از مراجعت فعالان جامعه شهروندی و دخالت رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی دستگیر نمودند. والدین عزیزه دولتوف تا امروز درباره حادثه چیزی نگفتند اما پدر پرویز دولتوف ادعا دارد که پسرش بیگناه است. پرونده این ماجرا بر ذمه پروکوراتوری ژنرال تاجیکستان واگذار گردیده تا حال نتیجه تفتیشات رسانه‌ای نشده است.